دستگاه‌ها به 55,000 شعبه اخذ رأی در سراسر کشور مستقر شود. با اینکه احراز هویت الکترونیکی با کد ملی خواهد بود، ولی همراه داشتن شناسنامه برای رأی دادن الزامی است. از این رو سازمان ثبت احوال اعلام کرده رأی دهندگان واجدان شرایط که شناسنامه آنان مفقود شده یا درخواست صدور شناسنامه جدید دادند، امروز را برای گرفتن شناسنامه جدید فرصت دارند. افرادی هم که شماره ملی ندارند می توانند با مراجعه به شعب اداره ثبت احوال در سراسر کشور تاییدیه کد ملی خود را بگیرند. طراحی کلیه بخش‌های نرم افزاری، سخت افزاری و سیستم عامل کلیه این دستگاه‌ها در داخل کشور توسط شرکت‌های داخلی طراحی، نمونه سازی و تولید شده است. این کارت هوشمند رو دریافت می‌کنه، روی قسمت اسکنر دستگاه قرار میده و یه دکمه از جلوش فشار میده و باعث میشه که این دستگاه کد ملی اون فرد رو بخونه و توی این پنل دقیقاً نمایش داده بشه. استعلام این که این فرد در این شعبه اخذ یا شعبات اخذ رأی دیگه رأی داده یا نه، استعلام این که تکراری باشه این رأی یا نباشه، استعلام این که این فرد به سن قانونی رسیده یا شناسنامه‌ای که ارائه کرده شناسنامه فوتی هست یا نه، از طریق این دستگاه احراز انجام میشه. روی قسمت استعلام مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اپراتور ما کلیک میکنه، مدارک هویتی اون فرد توی این پنل LCD نمایش داده میشه، استعلام از مرکز یا دیتا سنتر وزارت کشور آنلاین برقرار میشه و یک کد استعلامی رو از وزارت کشور ارسال میشه. کد استعلامی توسط اپراتور ما روی تسویش تعرفه برگ رأی نوشته میشه و این فرد مراحل بعدی در حقیقت کار رو انجام میده و میره رأی خودش رو به صندوق میاد.